داستان سگ ولگرد نوشته صادق هدایت. چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری، دو قهوه خانه و یک سلمانی که همه آنها برای رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین رو میداد. میدان و آدمهایش زیر خورشید قهار، نیمه سوخته، نیمه بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب رو میکردند. آدم‌ها، دکان‌ها، درخت‌ها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می‌کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می‌زد که به واسطه آمد و شد اتومبیل‌ها پیوسته به غلظت آن می‌افزود. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنه‌اش پوک و ریخته بود، ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه‌های کج و کوله خود را گسترده بود و زیر سایه برگ‌های خاکالودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز رسا شیربرنج و تخمه کدو می‌فروختند. آب گلالود غلیظی از میان جوی جلوی قهوه‌خانه به زحمت خودش را می‌کشاند و رد می‌شد. تنها بنایی که جلب نظر می‌کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه‌ای ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجش‌هایی که لای درز آجرهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می‌زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می‌شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاه دودی و به پاهایش خال سیاه داشت، مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بودند. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می شد. در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می زد و پیامی با خود داشت که نمی شد آن را دریافت، ولی پشت نینه چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمهای آهوی زخمی دیده می شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می شد. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آید ناگهان نگاه‌های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو او را کتک می زد. جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیربرنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او می برد. در مقابل هر ناله‌ای که می کشید، یک پاره سنگ به کمرش می خورد و صدای قهقهه بچه پشت ناله سگ بلند می شد و می گفت بدمصب صاحب. مثل اینکه همه آنهای دیگر هم با او هم دست بودند و به طور موذی و آبزیرکا او را تشویق می کردند. می زدند زیر خنده. همه محض رضای خدا او را می زدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و 7 جان دارد برای ثواب بچزانند. بالاخره پسر بچه شیربرنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه‌ای که طرف برج می رفت فرار کرد، یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پنهان بود. سر را روی دو دست خود گذاشت، زبانش را بیرون آورد، در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلوش موج می‌زد تماشا می‌کرد. تنش خسته بود و اعصابش درد می‌کرد. در هوای نمناک راه آب آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزه‌های نیمه جان، یک لنگه کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیای مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده می کرد. هر دفعه که به سبز زار دقت می کرد، میل غریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جام می داد. ولی این دفعه به قدری این احساس قوی بود، مثل اینکه صدای بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند. این حس موروثی او بود،
چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبز آزادانه پرورش دیده بودند، اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد. احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده، همه به هیجان آمدند. پیشتر او احتیاجات گوناگون داشت که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند که با بچه صاحبش بازی بکند. با اشخاص دیده شناخته چجور تا بکند؟ با غریبه چجور رفتار بکند؟ سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد، ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زمین تکه خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگانه وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت، بیباک، تمیز و سرزنده بود، ولی حالا ترسو و تو سری خور شده بود. هر صدایی که میشنید و یا چیزی نزدیک او تکان میخورد به خودش میلرزید. حتی از صدای خودش وحشت میکرد. اصلا او به کثافت و کثیفی خو گرفته بود. تنش میخارید. حوصله نداشت که ککهایش را شکار بکند یا خودش را بلیسد. او حس میکرد که جزو خاکروبه شده و یک چیزی در او مرده بود. خاموش شده بود. از وقتی که در این جهنم دور افتاده بود، دو زمستان می‌گذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود. یک خواب راحت نکرده بود. شهوتش و احساساتش خفه شده بودند. یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد. یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود. گرچه آدم‌های اینجا ظاهراً شبیه صاحبش بودند، ولی به نظر می‌آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدم‌هایی که سابق با آنها مشهور بود به دنیای او نزدیکتر بودند. دردها و احساسات او را بهتر می‌فهمیدند و از او بیشتر حمایت می‌کردند. در میان بوهایی که به مشامش می‌رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می‌کرد، بوی شیربرنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می‌کرد، ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد وقتی که بچه بود از پستان مادرش آن مایه گرم مغذی را می‌مکید و زبان نرم محکم او تنش را می‌لیسید و پاک می‌کرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد، بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست میشد، بدنش گرم و راحت میشد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او میدوید. سر سنگین از پستان مادرش جدا میشد و یک خواب عمیق که لرزه هایی به طول بدنش احساس میکرد دنبال آن میامد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار می داد. بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون می آمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد، بازیهایی که در آن باغچه سبز با برادرش می کرد. گوشهای بلبله او را گاز می گرفت. زمین می‌خوردند، بلند می‌شدند، می‌دویدند و بعد هم یک همبازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او می‌دوید، پارس می‌کرد، لباسش را دندان می‌گرفت، مخصوصاً نوازش‌هایی که صاحبش از او می‌کرد، قندهایی که از دست او خورده بود، هیچ وقت فراموش نمی‌کرد. ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت، چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمی‌زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد. فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند. بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص می داد و صدای پایشان را از دور می شناخت. وقت شام و نهار دور میز می گشت و خوراکها را بو می کشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه مهر و محبت برایش می گرفت. بعد نوکر پیر آمد. او را صدا می زد، پات، پات، و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد، چون صاحبش نمی گذاشت که پات از خونه بیرون برود.
و به دنبال سگهای ماده بیفتند. از قضا یک روز پاییز صاحبش با دو نفر دیگر که پات آنها را میشناخت و اغلب به خانهشان آمده بودند در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود، ولی در این روز او مست بود و شور و استراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند، ولی اتفاقا بوی سگ ماده آثار بوی مخصوص همجنسی که پات جستجو میکرد را یک مرتبه به او داد و او را دیوانه کرد. به فاصله های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب‌باغی وارد باغ شد. نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که میگفت پات پات به گوشش رسید. آیا حقیقتاً صدای او بود و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او میکرد، زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون میدانست یادآوری مینمود، ولی قوهی مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد، به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده. احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود. تمام عضلاتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری نکشید که با چوب و دسته بیل به هوار او آمدند و از راه آب بیرونش کردند. پات گیج و منگ و خسته اما سبک و راحت همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پسکوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را سرکشی کرد و به فاصله های معینی از خودش نشانه گذاشت تا خرابه بیرون آبادی رفت و دوباره برگشت. چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته، ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس استراب و وحشت زیادی کرد. چطور پات میتوانست بی صاحب، بی خدایش زندگی بکند؟ چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت. اما در این حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. چند دور دیگر در آبادی زد. عاقبت رفت دم راه آبی که آنجا سگ ماده بود، ولی جلوی راه آب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند که شاید بتواند داخل باغ شود، اما غیر ممکن بود. بعد از آن که مایوس شد در همونجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد، در چندین کوچه پرسه زد، دیوارها را بو کشید و مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت. بالاخره گرسنگی شدیدی احساس کرد. به میدان که برگشت بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه و ماست، همه آنها به هم مخلوط شده بودند. ولی او در این حال حس میکرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده. باید از این آدم‌هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند، کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از این موجوداتی که خوراکی‌ها در دست آنها بوده از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا بیا. صدای او چقدر به گوشش قریب آمد و یک تکه نان گرم جلوی او انداخت. پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دمش را برای او جنبانید. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت. با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید. بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد. مثل اینکه همه مسئولیت‌ها، قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی همین که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله کنان دور شد. صاحب دکان رفت به دقت دستش را لب جوی آب
کردا. هنوز قلاده خودش را که جلوی دکان آویزان بود می شناخت. از آن روز پات بجز لگد، قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم عایدش نشد. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند. پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد. چند روز اول را به سختی گذرانید ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراغ کرده بود که آشغال در آنجا خالی می کردند و در میان آشغال‌ها بعضی تکه‌های خوشمزه مثل استخوان، چربی، پوست، کله ماهی و خیلی خوراک‌های دیگر که او نمی‌توانست تشخیص بدهد پیدا می‌شد و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می‌گذراند. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود ولی بیش از تکه‌های لذیذ کتک می‌خورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو و بعضی بوها برایش باقی مانده بود و هر وقت به او خیلی سخت می‌گذشت در این بهشت گم شده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می‌کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان را جلویش مجسم می‌کرد. ولی چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می‌داد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه‌ای بود که همه‌اش توی سری خورده بود و فوش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از بیش احتیاج به نوازش داشت. چشم‌های او این نوازش را گدایی می‌کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت کند و یا دستی روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز کند، برایش فداکاری بنماید، حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد. اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواد. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمی انگیخت. در همان حال که پات روی راه آب چرت می زد، چند بار ناله کرد و بیدار شد، مثل اینکه کابوس هایی از جلوی نظرش می گذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. بوی کباب می آمد. گرسنگی قداری تمام درون او را شکنجه می داد، به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از اتومبیل ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامی شد. مردی از اتومبیل پیاده شد، به طرف پات رفت، دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود. پات گول نخورده بود چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شده که او را نوازش کرد؟ پات دمش را جنباند و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکنند. آن مرد برگشت، دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد، چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب می شناخت و بوی خوراکها از آنجا بیرون می آمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست، برایش نان گرم، ماس، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آورد. آن مرد تکه های نان را به ماس آلوده می کرد و جلوی او می انداخت. پات اول به تعجیل، بعد آهسته تر آن نانها را می خورد و چشمهای میشی خوشحالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می جنباند. آیا در بیداری بود و یا خواب می دید؟ پات یک شکم غذا خورد بیان که این غذا با کتک قطع بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد، رفت در همان کوچه برج، کمی آنجا مکث کرد. بعد از کوچه های پیچ و پیش گذشت، پات هم به دنبالش تا اینکه از آبادی خارج شد. رفت در همان خرابه هایی که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. شاید این آدم ها هم بوی ماده خودشان را جستجو می کردند. پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید. بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد، رفت در یکی از این اتومبیل ها که پات می شناخت نشست. پات جرأت نمی کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود، به او نگاه می کرد.
یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاد. پات هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه، او این دفعه دیگر نمیخواست این مرد را از دست بدهد. لهله میزد و با وجود دردی که در بدنش حس میکرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ برمیداشت و به سرعت میدوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا میگذشت. پات دو سه بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمی‌داشت. اما اتومبیل از او تندتر می‌رفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر این که به دوی اتومبیل نمی‌رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف می‌رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمی‌دانست چرا دویده و نمی‌دانست به کجا می‌رود. نه راه پس داشت و نه راه پیش. ایستاده لهله می‌زد. زبان از دهنش بیرون آمده بود. جلوی چشمهایش تاریک شده بود. با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در یک جوی کنار کشتزار. شکمش را روی ماسه‌های داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمی‌خورد حس کرد که دیگر از اینجا نمی‌تواند تکان بخورد. سرش گیج می‌رفت. افکار و احساساتش محو و تیره شده بودند. درد شدیدی در شکمش حس می کرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی می درخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دستها و پاهایش کم کم بی‌حس می شد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و جالبی بود. نزدیک غروب سه کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می کردند، چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است دوباره پرید. این سه کلاغ برای در آوردن دو چشم میشی پات آمده بودند و در هر حال پات نفسهای آخرش را میکشید. دون جوان، اثر صادق هدایت، داستانی از کتاب سگ بلگرد. نمیدانم چطور است بعضی اشخاص به اولین برخورد جان در یک قالب می شوند. به قول عوام جور و اخت می آیند و یک بار معرفی کافی است برای اینکه یکدیگر را هیچ وقت فراموش نکنند. در صورتی که برعکس بعضی دیگر با وجودی که مکرر به هم معرفی می شوند و در مراحل زندگی سر راه یکدیگر واقع می گردند، همیشه از هم گریزان هستند. میان آنها هرگز حس همدردی و جوشش پیدا نمی شود و اگر در کوچه هم به هم بر بخورند یکدیگر را ندیده می گیرند. دوستی بی جهت، دشمنی بی جهت. حالا این خاصیت را می خواهند اسمش را سمپاتی یا آنتیپاتی بگذارند و یا در اثر مغناطیس و روحیه اشخاص بدانند یا نه، آنهایی که معتقدند به حلول ارواح دورتر رفته و می گویند که این اشخاص در زندگی سابق خودشان روی زمین دوست و یا دشمن بودند و به این جهت نسبت به هم متمایل و یا از هم متنفرند، ولی هیچ کدام از این فرضیات نمیتوانند به آسانی معمای بالا را حل بکنند. این کشش و جوشش ناگهانی نه مربوط به خصایل روحی است و نه ربطی به محاسن جسمانی دارند. باری یکی از این برخوردهای عجیب چند شب پیش برایم اتفاق افتاد. شب عید نوروز بود. تصمیم گرفته بودم برای احتراز از شر دید و بازدیدهای ساختگی و خسته کننده 3 روز تعطیل را بروم، جای دنجی پیدا بکنم و برای خودم لم بدهم. هرچه فکر کردم دیدم مسافرت دور صلاح نیست. به علاوه وقت هم اجازه نمیداد. از این رو قصد مسافرت کرج را کردم. بعد از تهیه جواز سر شب بود. رفتم در کافه ژاله نشستم. سیگاری آتش زدم و در ضمن اینکه گیلاس شیر و قهوه خودم را آهسته مزه مزه می کردم و به تماشای آمد و شد مردم مشغول بودم، دیدم آدم تنومندی از دور به من اظهار خصوصیت کرد و به طرفم آمد. دقت کردم، دیدم حسن شبگرد است. 10 سال یا شاید هم بیشتر می گذشت که اونا ندیده بودم و قریبتر آن که هر دوی من یکدیگر را شناختیم. بعضی صورت‌ها کمتر تغییر می‌کند، بعضی بیشتر عوض می‌شود. صورت حسن عوض نشده بود. همان صورت خنده‌رو و ساده بود.
ولی نمیدانم چه در حرکات و لباسش بود که ساختگی و غیر طبیعی به نظر می آمد. مثل اینکه خودش را گرفته بود. من تا آن شب اسم خانوادهش را نمیدانستم. او خودش به من گفت در مدرسه فقط به او حسن خان می گفتند. در حیات مدرسه موقع بازی و تفریح حسن خان چهره زردنبو، استخوان‌بندی درشت و حرکات شلوول داشت و به لباس خودش هیچ اهمیتی نمیداد. همیشه یخش باز و روی کفش‌هایش خاک نشسته بود و همان حالت لاابالی به او بیشتر می‌آمد و رویش می‌افتاد. اما خیلی زود عصبانی می‌شد و خیلی زود هم خشمش فروکش می‌کرد. از این جهت بیشتر طرف تفریح و آزار بچه‌های موزی واقع می‌شد و نمی‌دانم چرا اسمش را حمال گذاشته بودند. من همیشه از او دوری می‌کردم. مثل اینکه اختلاف مبهم و نامعلومی بین ما وجود داشت. ولی حالا با حالت مخصوص خودمانی که آمد سر میز من نشست، آن اکراه دیرینه و بیدلیل را مرتفع کرد و یا گذشتن زمان این رابطه مجهول را خود به خود از بین برده بود. اما فرقی که کرده بود حالا چاق، خوشحال و گردن کلوف شده بود و از آنهایی بود که دور خودشان تولید شادی می کنند. به محض ورود به پیشخدمت کافه دستور داد برایش عرق آورند. گیلاس‌های عرق را پی در پی بالا می‌ریخت و در اثر استعمال عرق یک جور خوشحالی موقتی به او دست داد. ولی به واسطه شهوترانی زیاد بیش از سنش شکسته به نظر می‌آمد و خطی که گوشه لبش می‌افتاد ناامیدی تلخی را آشکار می‌کرد. چیزی که غریب بود. به سر و وضع خود خیلی پرداخته بود اما جار میزد که ساختگیست. همین توی ذوق میزد. هر دقیقه بر میگشت در آینه کراوات خودش را مرتب میکرد. هرچه بیشتر کلش گرم میشد بیشتر صورتش بچگانه و حالت لاابالی قدیم را به خود میگرفت. بالاخره بدون مقدمه به من گفت که مدتی است که عاشق زنی شده. یعنی یک نفر آرتیست شهیر که خیلی فرنگی معاب و دولتمند است. و تکرار میکرد که یک سال بود اونو از دور دوست داشتم ولی جرأت نمیکردم عشق خودم رو بهش اظهار بکنم. تا اینکه همین اواخر یه طوری پیش آمد کرد که به هم رسیدیم. من پرسیدم عاشق موقتی یا خیال داری بگیریش؟ اگه حاضر بشه که با من زندگی بکنه البته که میگیرمش. چیزی که هست مخارجش زیاد میشه. هر شب که با هم به کافه میریم 10-15 تومن رو دستم میگذاره. اما من از زیر سنگم که شده پیدا میکنم. اگه شده بدهکار و محتاجم هم بکنه مخارجشو در میارم. چیزی که هست روی اصل عاشقیست به شرط اینکه از همه روابط سابق خودش دست بکشه. میدونی بردمش منزلمون به مادرم هم معرفیش کردم. مادرم گفت بیا تو خونه ما بمون. اون گفت دشمنت میاد اینجا تو چهار دیوار خودش حبس بکنه؟ با این وضع ماهی 250 تومن خرج پانسیون، 250 تومن خرج هتل و دانسینگ رو دستم میگذاره. فردا شب بیا همینجا، اونم با خودم میارم، ببین چطوره. فردا شب من در کرج هستم. او راست میگی، برای نوروز میری کرج؟ آره. خودت تنها هستی؟ چطوره منم اونو وردارم بیارم؟ راستش نمیدونستم چی کار بکنم. وانگهی خرجش کمتر میشه. به علاوه تو مسافرت به اخلاق همدیگه هم بهتر آشنا میشی. گفتم مانعی نداره ولی کن جواز. گفت جواز لازم نیست، من 100 مرتبه بی جواز کرج رفتم. جواز نمیخواد. حالا فردا شب حرکت میکنی؟ صبح 9 دم دروازه قزوین هستم، از اونجا راه میفتم. گفت منم میام، درست سر 9 با هم میریم. پس من میرم به ضعیفه خبر بدم که خودش رو آماده بکنی. من از این اظهار صمیمیت ناگهانی و دروغ و دونگ‌هایی که برایم نقل کرده بود تعجب کردم. بالاخره از هم جدا شدیم و قرارمون برای صبح شد. فردا صبح سر 9 حسن با معشوقش آمدن. خانوم مثل نازنین صنم توی کتاب بود. لاغر، کوتاه، موژه‌های سیاه کرده، لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتر برلیان به دستش می‌درخشید. مثل اینکه خودش را برای مهمانی شب نشینی آراسته بود. همین که خانم اتومبیل کهنه را دید وحشت کرد و گفت من بی خیالم اتومبیل شخصی دارین. من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم. بالاخره سوار شدیم و اتومبیل به طرف کرج روانه شد. حق به جانب حسن بود. از او جواز نگرفتن. جلوی مهمانخانه عصر جدید پیاده شدیم. هوا خنک بود و پالتو می چسبید.
مهمانخانه ظاهراً عبارت بود از یک باغچه گور گرفته با درخت‌های تبریزی دراز سفید و یک ایوان دراز که یک رج اتاق سفید کرده متحدالشکل داشت، مثل اینکه از توی کارخانه در آمده باشد. هر اتاقی 3 تخت فنری با شمد و لحاف داشت و یک آینه سر تاخچه گذاشته بودند. پیدا بود که اتاقها را برای مسافران موقتی ترتیب داده بودند، چون اگر کسی در یکی از آنها خودش را محبوس می کرد به زودی حوصله‌اش سر می رفت. چشمانداز جلوی ایوان یک رشته کوه کبود بود و گنجشک‌های کوچک جا افتاده که از سرمای زمستان جان به سلامت به در برده بودند، با چشم‌های وغزده و پرهای کس کرده مثل اینکه از نسیم بهاری مست شده بودند. بی اراده روی شاخه‌های تبریزی جست می‌زدند و یا از در و دیوار بالا می‌رفتند، به طوری که سر و صدای آنها تولید سرگیجه می‌کرد. ولی همه اینها روی هم رفته یک حالت سردستی و ییلاقی به مهمانخانه می‌داد که بدون لطف و دلربایی نبود. همین که اتاق‌هایمان معین شد و گرد و غبار اتومبیل را از خودمان گرفتیم، من رفتم در ایوان قدم می‌زدم و منتظر حسن و خانومش بودم. یک مرتبه ملتفت شدم، دیدم از ته ایوان یک نفر به من اشاره می کند. نزدیک که آمد او را شناختم. این همان جوانی بود که هر شب در کافه پرواز پلاس بود و در آنجا به او معرفی شده بودم و رندان به طعنه اسمش را دونجوان گذاشته بودند. از این جوانهای تازه به دوران رسیده اداری بود. لباسش خاکستری، شلوار چارستون گشاد، مد 6 سال قبل را پوشیده بود. سرش غرق بریانتین بود و یک انگشتر الماس بدلی به دستش که ناخونهای مانیکور شده داشت برق میزد. بعد از اظهار مرحمت گفت که 3 روز است در کرج مانده و خیال دارد امشب به تهران برگردد. قدری یواشتر گفت برای خاطر یک دختر ارمنی اینجا آمده بودم. امروز صبح رفت. در این وقت حسن و خانومش مثل طاووس مست از اتاق خارج شدند. من ناچار دونجوان را به آنها معرفی کردم. بعد با هم رفتیم در اتاق دور میز نشستیم. حسن و خانومش ظاهراً از این مسافرت راضی و خوشنود بودن. خانوم روی دوش حسن میزد و میگفت ما اصلاً یه جور سمپاتی با هم داریم. همچنین نیست؟ راستی به شما نگفتم، یه برادر دارم مثل سیبی که با حسن نصف کرده باشن. اما از وقتی که زنگ گرفت از چشمم افتاد. نمیدونین چه آفتی رو گرفته. من بالاخره مجبور شدم خونه‌ام رو جدا بکنم. صمیمیت و اخلاق خوب من رو خیلی دوست دارم. قربون یک جو اخلاق خوب. گلاس‌های خودمون رو به سلامتی خانم بلند کردیم. دونجوان پا شد، از اتاق خودش یک گرامافون با چند صفحه آورد و شروع کرد به صفحه زدن. بعد بدون مقدمه خانم را به رقص دعوت کرد. نه یک بار، نه 10 بار. من ملتفت نگاه‌های شرربار حسن بودم که دندان قروچه می‌رفت و ظاهراً به روی مبارکش نمی‌آورد. بعد از نهار تصمیم گرفتن که برویم قدر هواخوری بکنیم. از جاده چالوس گردشکنان روانه شدیم. در راه دونجوان آهسته به من گفت امشب هم میمونم. بعد مثل اینکه سالهاست خانم رو میشناسه با اون گرم صحبت کرد. از همه چیز و از همه جا اطلاع داشت و حکایتهای جعلی هم برای خانم نقل میکرد، به طوری که فرصت نمیداد که ما دو نفر هم اظهار حیاتی بکنیم. حسن مثل این که تصمیم فوری گرفت، رفت کنار خانم که چیزی بگوید. ولی خانم به او تشر زد و گفت سرت رو بالا بگیر. این لک روی لباست چیه؟ حسن هراسان خودش را کنار کشید. دونجوان پالتوی خودش را در آورد، روی دوش خانم انداخت. من نزدیک به آنها بودم. دونجوان رودخانه گلالود کنار جاده و درخت‌هایی که از دور مثل چوب جارو از زمین در آمده بودند نشان می‌داد و می‌گفت چقدر خوبه آدم بیاد اینجور جاها زندگی بکنه. این هوا، این رودخانه، این درختا که برای یه ماه دیگه جوونه میزنه. شب مهتاب آدم بیاد کنار رودخونه و یه گرامافون هم داشته باشه. حیف شد که دوربین عکاسیم رو جا گذاشتم. از آبادی‌های نزدیک مردهای دهاتی که لباس نو پوشیده بودن و بچه‌ها با لباس‌های رنگارنگ درآمد و شد بودن. خانم اظهار خستگی کرد. دونجوان کنار رودخانه محلی را نشان داد. رفتیم روی سنگ‌ها نشستیم. آب گلالود رودخانه باد کرده بود. زنجیروار موج می‌زد و گلولای را با خودش می‌برد. جلوی نظرمان را تپه‌های خاکی و یک رشته کوه سرمازده گرفته بود. هوا نسبتاً گرم شده بود. دونجوان لباسش را درآورد و در تمام مدتی که آنجا نشسته بودیم از معشوقه خودش و عطر عشق و ناموس و رقص قفقازی صحبت می‌کرد.
و خانوم با دهن باز به حرفهای ستایغاز او گوش میکرد. حرفهای پوچ احمقانه. مثلا میگفت یه شلوار از این بهتر داشتم. هفته پیش رفتم با یکی از رفقا سوار هواپیما شدم. وقتی که خواستم پایین بیام پام گرفت به سنگ زمین خوردم. سر زانون پاره شد. این شلوار خیاطی لوکس 25 تومن برام دوخته بود. تمام پام مجروح شده بود. درشکه سوار شدم رفتم مریضخونه آمریکایی‌ها پیش ماکاتول. خانم گفت خدا بهت رحم کرده، اگه کشکک زانویت ضربی دیده بود چلاق می شدی. گفت 3 روز خوابیدم خوب شدم، اما از اون بالا شیروانی خونه انقدر قشنگ پیدا بود. خونه خودم هم از اون بالا دیدم. گنبد مسجد سپهسالار هم پیدا بود. آدم ها مورچه شده بودن، اما وقتی که هواپیما پایین میاد دل آدم هوری می ریزه. بالاخره بعد از رفع خستگی بلند شدیم و به طرف کرج برگشتیم. حسن و دونجوان که سر دماغ و شنگول بودند به رینگ قفقازی سوت می زدن. خانوم آمد برخصد پاشنه کفشش برآمد. خانوم تکرار می کرد ای بابا این کفش رو 2 هفته پیش از باتا خریده بودم. دونجوان که حاضر خدمت بود با یک قلمب سنگ پاشنه کفش رو درست کرد، در حالی که خانوم با دستش به او تکیه کرده بود. حسن به من ملحق شد و برخلاف آنچه در کافه به من اظهار کرده بود گفت اینم واسه من زن نمیشه. باید دلش کنم. من نمیتونم تنگش رو خورد بکنم. خونمون که بند نمیشه هیچ، میخواد آزاد باشه. خیلی آزاد. نزدیک غروب که وارد مهمانخانه شدیم چند بطری عرق، گرامافون و مخلفات جور به جور روی میز را پر کرده بود. دونجوان گرامافون را به کار انداخت و پی در پی با خانوم میرقصید. حسن پکر و عصبانی خون خونش را میخورد و به شوخی به او گوش و کنایه میزد که خالی از بغض نبود. میگفت جون ما راستش رو بگو، عاشق معشوقه ما شدی؟ بگو دیگه، ما طلاقش میدیم. دونجوان یک صفحه ویولون احساساتی گذاشت، آمد روی تخت خواب نشست و گفت به من خودم نومزد دارم، تو گمون میکنی؟ از کیف بغلش عکس دختر غمناکی را درآورد، میبوسید و به سر و رویش میمالید و در چشمانش اشک حلقه زد، مثل اینکه گریه توی آستینش بود. احساس رحم خانم به جوش اومد، بلند شد و رفت پیش دونجوان و پیشش نشست. حسن برای اینکه از رقص دونجوان با خانومش جلوگیری بکنه از پیشخدمت ورق بازی خواست و دونجوان را دعوت به بازی کرد. آنها مشغول بازی 2 نفری شدند، ولی خانم که سر کیف بود و قیل توی کمرش خشک شده بود گویا برای لجبازی با حسن هم شده، رفت یک صفحه گذاشت و مرا دعوت به رقص کرد. در میان رقص حس کردم که خانم دست مرا فشار میداد و به من اظهار علاقه میکرد و 2-3 بار صورتش را به صورت من چسباند. حسن فرصت را غنیمت دانسته بود، در بازی دقدلی و دلپوری خودش را سر دونجوان خالی میکرد. جر میزد، داد میکشید، عصبانی شده بود. همین که رقص تمام شد خانم رفت و 1 سیلی آبدار به حسن زد و گفت بابا برو گم شو، این چه ریختیه؟ او غم نشست، برو گم شو، اینه هوی حمال. حسن با چشمهای رک زده به او نگاه کرد و بغض بیخ گلویش را گرفته بود. بی اراده دستش را برد که کراوات خودش را درست بکند، ولی یخش باز بود. دونجوان از بازی استعفا داد و دوباره با خانم شروع به رقص کرد. من زیر چشمی حسن را میپاییدم، دیدم بلند شد، از اتاق بیرون رفت. دونجوان یک صفحه تانگو گذاشت. حسن وارد اتاق شد، نگاهی به اطراف انداخت، آمد دست مرا گرفت و از اتاق بیرون کشید. حس کردم که دستش میلرزید. زیر چراغ گاز ایوان رگهای روی شقیهش بلند شده بودند. چشمهایش باز و لب پایینش ول شده بود، درست به ریخت لاابالی زمانی که او را در مدرسه دیده بودم در آمده بود. همینطور که دست مرا گرفته بود بریده بریده گفت دیشب که تو به من گفتی من به خیالم فقط با تو هستم، تقصیر تو شد که اونو به من معرفی کردی. خب تو دیده و شناخته بودی، اما اون بی اجازه من با زنم میرقصه. این خلاف تمدن نیست؟ تو بهش حالی کن که این اداهای لوس بچگونه رو از خودش در نیاره. انگشتر بدلی خودش به رخ زن من میکشه، میگه 10,000 تومن برای معشوقه خودم خرج کردم. عاشق میشه، پای صفحه گرامافون گریه میکنه، به خیالش من خرم. وقتی که میرخصه چرا از من اجازه نمیخواد؟ همه اینها رو من میفهمم، از اون زرنگترم. منم خیلی از این عاشقی های کشکی دیدم. ببین تو اونو به من معرفی کردی، میدون این زن زیاده آزاده. من میدونستم که نمیتونم زیاد باهاش زندگی بکنم، ولی همین الان من میرم دیگه، اینجا هم بند نمیشم.
گفتم ای بابا، یک شب که هزار شب نمیشه، حالا برو یک مشت آب بریز رو سر و صورتت، از خر شیطون بیا پایین دیگه، عرق خوردی پرت میگی، ونگه شب اول ساله، بعد شگونی میشه. ولی جواب من اثر بدی کرد، مثل چیزی که حسن آتشی شد و عجله رفت در اتاق خودش، از توی کیف خانم پول برداشت، به پیش خدمت مهمانخانه دستور داد که یک اتومبیل دربست برای شهر حاضر بکنند، چون خیال داشت فلفور حرکت بکنند. اتفاقا در حیات مهمانخانه یک اتومبیل ایستاده بود. دیوانه وار دور خودش را نگاه کرد، رفت بالای سر شوفر خوابالو، او را بیدار کرد و گفت همین الان باید برم شهر، هر چی میخوای میدم، زود باش. حسن یخه پالتوش را بالا کشید، رفتی و اتومبیل فرد نشست. شوفر چشمهایش را میمالید و به طرف اتومبیل میرفت. من به شوفر گفتم بی خود میگه، مست کرده، برو بخواب. شوفر هم از خدا خواست و برگشت که بخوابد. یک مرتبه خانم حسن متغیر اخمهایش را در هم کشید، آمد دم اتومبیل، رو کرد به حسن و گفت خاک تو سرت، تو اصلا آدم نیستی، مردشور ریخته حمالت رو ببرن. رویش رو به من کرد. از اولم من براش احساس ترحم داشتم، نه عشق. این لایق زنی مثل زن برادرم بود. دوباره به حسن رو کرد، گفت پاشو پاشو بیا اینجا تو اتاق، بیا حرفمو با تو تموم بکنم، میخوای منو اینجا سر صحرا بگذاری؟ خاک تو سرت بکنم، به تو هم میگم مرد. حسن به حال شوریده بلند شد، رفت در اتاقش، روی تخت خواب افتاد، دستها را جلوی صورتش گرفت، حق و حق گریه میکرد و میگفت نه نه، زندگی من بی خود شده، من میرم شهر، من زندگیم تموم شده، من دیوونه کردی، باید برم دیگه، بسه. تا حالا گمون میکردم زندگی من مال خودم نبوده، مال تو هم هست، نه، سر راه پیاده میشم، خودم از بالای دره پرت میکنم، دیگه بسه. حسن نه تنها جملات معمولی رمان‌های پست عشق‌آلود را تکرار می‌کرد، بلکه بازیگر آنها شده بود. این آدم ظاهراً کله شق که از من رو در وایسی داشت و سعی می‌کرد خودش را سیر و کهنه‌کار و قد جلوه بدهد، یک مرتبه کنترل خود را گم کرد. موجود خار و بیچاره‌ای شده بود که عشق و ترحم از معشوقش گدایی می‌کرد. این همه توده گوشت مچاله شده، شکنجه شده که مثل کوه روی تخت غلطیده بود، درد میکشید. یک نوع درد خودپسندی بود و در این حال جنبه مضحک و خنده آوری داشت. در صورتی که خانوم به برتری خودش مطمئن بود، فتح خود را با آواز بلند میخواد. به حال تحقیر آمیز دستش را به کمرش زده بود و میگفت بابا برو گم شو احمق، نمیدونستم تو اینقدر احمقی. بعد رویش را به من کرد و گفت نگاش بکنید، اینهوی حماله، آقا به اصرار من یه خورده سر و وضعش رو تمیز کرده، ببینین به چه ریختی افتاده، من نمیدونستم اینقدر احمقه، وگرنه هرگز نمی اومدم. افسوس، تو مسافرت اخلاق خوب معلوم میشه. ببین چطور افتاده رو تخت خواب، این حالت طبیعیشه، اگه جون به جونش بکنن حماله. چه اشتباهی کردم، خوب شد زودتر فهمیدم، من هرگز نمیتونم با این آدم اینجوری زندگی بکنم. با دستش حرکات تحقیرآمیزی کرد که مفهومش خاک تو سرت بود. حسن حق و حق گریه میکرد. همین که من دیدم کار به جاهای نازک کشیده، از اتاق بیرون آمدم و آنها را تنها گذاشتم. رفتم در اتاق دونجوان، دیدم همه چیزها ریخته و پاشیده. سوزن به ته صفحه رسید، تق و تق صدا میکنند. دونجوان با رنگ پریده سیاه مس روی تخت افتاده بود. من تکانش دادم، اون گفت چه خبره؟ دعواشون شده؟ تقصیر من چیه؟ خودش به من اظهار علاقه کرد، گفت تو رو دوست دارم. نه، گفت به تو سمپاتی دارم. این حس مثل حمالاست، دست منو تو راس فشار میداد و دوبار ماچم کرد. من هیچ خیالی براش نداشتم، یه موی نوم زدم و نمیدم هزار تا از این زنا بگیرم. ندیدی پیش از این که بخوام الوات بازی بکنم رفتم بیرون، برای این بود که جای سرخاب لب خانومشو از رو صورتم پاک بکنم. نه، به این سادگی ها نیست، آخر منم میدیدم. اوه، آش دهنسوزی نیست که، حکایتش مثل حکایت همین زنهای عفیفه است که اول فرشته ناکام، پرنده بیگناه، مجسمه اسمت و پاکدامنی هست. اون وقت یه جوون سنگدل شقی پیدا میشه، اونا رو گول میزنه. من نمیدونم چرا اینقدر دخترهای ناکام گول جوونهای سنگدل رو میخورن و برای دخترهای دیگه عبرت نمیشن. اما همین خانوم 7 جوون جنایتکار دم چشمه میبره و تشنه برمیگردونه. دونجوان نسبت به قضایایی که مربوط به اون میشد ککش نمیگزید و کاملا برایش طبیعی بود.
من فهمیدم که حرفای بی سر و ته، اداهای تازه به دوران رسیده ها، اطوارش دروغهای لوس و تملقهای بی جایی که می گفت و خوداراییش کاملا بی اراده و از روی قوه کوری بود که با محیط و طرز محیط او وفق می داد. او حقیقتا یک دونجوان محیط خودش بود، بیان که خودش بدارد. صبح در اتاقم را زد، در را باز کردم. خانم حسن چمدان به دست وارد شد و گفت الان من میرم قزوین پیش خواهرم. هیچ میدونید که حسن شبونه رفت؟ من اومدم از شما خداحافظی بکنم. گفتم خیلی متاسفم ولی صبر بکنید، با هم میریم، حسن رو پیدا میکنیم. گفت هرگز، من دیگه حاضر نیستم تو روی اون حسن نگاه بکنم. مردشورشو ببرن، مردشور ترکیبشو ببرن. میرم پیش خواهرم، اون منو گول زد آورد اینجا، بعد شبونه فرار کرد. بیان که منتظر جواب من بشود از اتاق بیرون رفت. 5 دقیقه بعد دونجوان با چمدانی که گویا فقط محتوی یک گرامافون بود برای خداحافظی آمد دم اتاقم. من گفتم تو دیگه کجا میری؟ من کار دارم، باید برم شهر، دیشبم بی خود موندم. او هم خدا نگهداری کرد و رفت. علی ماند و حوزش، ولی من تعجیلی به رفتن نداشتم. گنجشکا با جال و جنجال با چشمهای ورقلنبیده بیدار شده بودن، گویا نسیم بهاری آنها را مست کرده بود. من به فکر قضایای عجیب و غریب دیشب افتادم و فهمیدم که این قضایا هم مربوط به نسیم مست کننده بهاری بود و رفقای من هم مثل گنجشک‌های مست شده بودند. بعد از صرف ناشتایی به قصد گردش از مهمانخانه بیرون رفتم. دیدم یک اتومبیل لکنته بدتر از اتومبیلی که ما را به کرج آورده بود به زحمت و با سر و صدا از جلوی مهمانخانه رد می‌شد. ناگهان چشمم به مسافرین آن افتاد. از پشت شیشه دونجوان و خانم حسن را دیدم که پهلوی هم نشسته گرم صحبت بودند و اتومبیل آنها به طرف جاده قزوین می‌رفت. خب دوستان، این بود داستان دونجوان از صادق هدایت عزیز، داستانی از کتاب سگ ولگرد به اسم دونجوان. جالب بود که این آقای دونجوان عجب آدم بلایی بوده. عرض شد به حضور شما که مرسی از اینکه کانال خودتون رو تماشا میکنید. لطف میکنید اگه ما رو سابسکرایب کنید، حتما لطفا اون زنگولی کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد. و لطف میکنید اگر کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، به دوستان علاقمند به کتاب خونیتون، و حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. نظراتتون برامون خیلی مهمه. لطفا انتقادی اگر هست حتما بنویسید برامون که ما بتونیم توی ویدیوهای بعدی اونا رو برطرف بکنیم و خیلی خیلی ممنون میشیم که اینقدر ریزبینانه به ویدیوهای ما نگاه میکنید و کتابهای صوتی ما رو میشنوید. سپاسگزاریم ازتون و متشکریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.